بسم الله الرحمن الرحیم. خب اولین جلسه بود که بعد از رأی اعتماد خدمت عزیزان کمیسیون اقتصادی مجلس بودیم. دستور جلسه دو بحث بود، یک لایحه اصلاح قوانینی در حوزه تعاون و موضوع دوم بحث مدیریت صندوق‌ها و شرکت‌های اقتصادی ذیل صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی که بحث خیلی خوبی بود، تقریبا دو ساعت و نیم صحبت کردیم. خب در ارتباط با اصلاح قوانین حوزه تعاون کارهای خیلی خوبی سالها انجام شده، مقرر شد که در دولت جدید به جهت اینکه خب ما در جریان جزئیات تحولات این سالها نیستیم، یک بازنگری مجددی در آنچه که در کمیسیون در واقع روش کار شده انجام بشه. ظرف 45 روز ما اون در واقع اصلاحات لایحه رو تقدیم عزیزان در کمیسیون اقتصادی بکنیم. طبیعتاً اولویت ما در بین سه بخش اقتصادی بخش تعاون هست. این رو بنده رسماً اعلام کردم که اولویت تعاون هست، مگر اینکه نشه که حالا بریم تو حوزه بخش خصوصی و بخش دولتی و این مسئله برای ما اهمیت داره. در ارتباط با صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و مجموعه بزرگی از واحدهای اقتصادی و صنعتی که ذیل این مجموعه هست، به هر حال نگرانی‌هایی در مجلس وجود داره که کاملاً بجاست. برنامه‌های ما رو جویا شدن. ما عرض کردیم که مسئله سالم‌سازی نظام مدیریتی این مجموعه‌ها در دستور کار هست و الان داره انجام میشه به مرور. مسئله استقرار نظام‌های نوین مدیریتی در این مجموعه‌ها که انشاءالله ما بتونیم به مرز دانش در مدیریت اقتصادی این مجموعه ها نزدیک بشیم. موضوع شفافیت در فعالیت های اقتصادی این مجموعه ها هست که سامانه های اولیه شرکت گرفته باید تکمیل بشه و نظام رتبه بندی شرکت ها. و در نهایت این رو هم عرض کردیم که روی نظام جامعه رفاه اجتماعی داریم کار میکنیم که امیدواریم که ثمرش این بشه که بتونیم صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی رو تراز بکنیم، چون الان خب اینا کسری های بسیار سنگین دارن. در این زمینه عزیزان مجلس به ما قول دادن که همراهی کامل داشته باشن، چون بعضی از این کارا کاری که به نوعی جراحی محسوب میشه. یه قدری پشتوانه و پشتیبانی جدی مجلس رو میخوایم که رئیس محترم کمیسیون اقتصادی آقای دکتر پور ابراهیمی و سایر اعضا تاکید کردن که آمادگی دارن که کمک بکنن به ما در دولت که این اقدامات اساسی ان شاءالله انجام